درود عزیزان، در خدمتون هستم. برای یک فعال جدید با هم میپردازیم به این مسئله که شخص مورد نظر شما چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینیم چه خبر است در فال ها دوستان. و من از کارت های استفاده از انتخاب استفاده نمی کنم. این روزا یه مقدار وقتم کم هست، سعی می کنم که یک انرژی خانی داشته باشم و همچنین این انرژی خانی مختصر و مفید باشه. خب ببینیم شخص مورد نظر شما در ارتباط با شما در چه انرژی هایی هست. من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران هستم. ببینیم حضرت دود، حضرت نو، حالا هر چیزی که میخواین شما اسمشو بذارین، ببینیم اولا که در چه انرژی هایی هست. من از Spark of Love استفاده میکنم. بریم ببینیم که در ارتباط با شما در چه حس و حالی تشریف داره، خودش رو چگونه میبینه با شما دوستان عزیز. اوکی، به اون شخص فکر کنین. خب در رو خودش بسته، فعلا در حال تفکر هست. خدای نکرده یه وقتی که انیشتین تنها تو دنیا نباشه به عنوان نابغه جهان، بلکه این هم میخواد جز به انیشتین بپیونده. خب کارتا رو جمع میکنم، مخلوط کردیم و اینکه ببینیم که چه خبر هستش، چه تصمیمی در ارتباط با شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین داره. خیلی خوب، اوپا پا 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 پا، من کارتا رو اینجا میریزم و ببینیم چه خبر هستش. اول یه حسی گفتیم ازش میگیریم، از این شخص میگیریم، و بعد میریم ببینیم چه خبر هستش. خب در حال حاضر دوستان عزیز، این آدم شخصی هستش که در انرژی های منفی هست در ارتباط با شما. حالا یا اینکه حس این شخص این هستش که میخواد سوار سر شما بشه، دست بالای دست داشته باشه، و چیزی که الان مد نظرش هستش، یا برای یک سری، یا شما از نظر مادی براش یک لطفایی داشتین که این الان براش خیلی مهم هست، این مسئله داره بهش فکر میکنه، و یا اینکه عزیزان دل به هر حال وابستگی هایی بین شما وجود داره که وابستگی های قشنگی نیستن. وابستگی هایی هستن که بر اساس مسائلی هست که آنچنان مسائل خوب و نورانی نیستن. ممکنه فیزیک باشه، گرایش های تمایلات جنسی باشه، و یا اینکه شما بالاخره یه به یه دردی توی زندگیش میخورین. این کارت این حرفو میزنه. من نمیگم، این کارت میگه. شما رو میبینه در ارتباط با رابطهش دوستان، میبینه شما مثل آدمی هستین که حق انتخاب دارین. حالا اگرم که بالواقع اینجوری نباشه، ولی در ذهن این شخص میگه بالفعل شما میتونین دوستان این مسئله رو در زندگیتون وجود داشته باشه که غیر از این شخص و غیر از این رابطه انتخابات متعدد دیگه داشته باشین، یا اینکه شما هم آنچنان نمیدونین کجای این رابطه قرار دارین. رابطه در حال حاضر در چشمان این شخص یک رابطه ای هستش که از تعادل خارج شده دوستان، متعادل نیستش دوستان عزیز، و اینکه آنچه را که این فکر میکرده اهرام مصر این پشت هست. خب آنچه را که فکر میکرده که میتونین شما بسازین با هم دیگه، این هرم مصر رو بسازین، الان دارم میبینم که چشم پوشی دارین ازش میکنین، و اینکه به هر حال میذارین دو جانبه هستش، دو جانبه هستش، برای یه چیزی هیچ کدوم به این رابطه نمیرسه، مثل یک گلی شده که شاید در حال پژمردگی باشه. در ارتباط با شما دوستان عزیز، این شخص میل داره، یعنی دوست داره، چیزی که خوشش میاد از شما این هستش که میتونه روتون حساب کنه، یعنی اینکه شما هر کاری که این شخص شاید انجام بده، شما نسبت بهش وفادار هستین و قابل احترام هست در چشمان شما. ولی چیزی که میترسه این هستش که یه وقتی شما ازش جلو بزنین، یه وقتی که شما به فکر خودتون باشین در ارتباط با این رابطه، و اینکه خودتون بفهمین کسی که تک تنها در یک ماشین نشسته و داره به سمت جلو حرکت میکنه، و پتانسیل این رابطه رو میبینه، یک رابطه‌ای که ما میتونیم در شاید در ورای یک دوستی با همدیگه باقی بمانیم، و اینکه شاید عاقبت احساسی اگر با همدیگه نداشته باشیم
ولی ما میتونیم با همدیگه در یک رابطه دوستی قرار بگیریم. خب دوستان، من این کارتا رو جمع میکنم، میریم با همدیگه ببینیم که شخص مورد نظر شما چه انتظاری، چه قصد و نیتی در ارتباط با شما داره، چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. همه چیز، همه این سوژه ها رو با همدیگه قاطی کردم، چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. خب ببینیم با هم دیگه. اولا که باز هم یک حسی از این شخص میگیریم، این در ارتباط با شما بود، اینجا بریم ببینیم که در چه حس و حالای تشریف داره الان در حال حاضر در زندگیش، و دیدیم که فعلا نگاهش بر رابطه به این گونه هست. نگاهی که بر رابطه داشت این هستش که رابطه شده که از تعادل خارج شده، عجول هست. به چه دلیل عجول هستش رو میریم ببینیم کارت های دیگه چه چیزی رو بهتون میگن در ارتباط با این شخص. عجول هست، برای چی عجول هست این شخص؟ دو تا کارت اینجا افتاده، عجول هست، استقلال، آزادی، حرکت، و اینجا حرف از این میزنه که در روی خودش بسته و اینکه در درد داره. ببین، من احساس میکنم آدمی هستش که شاید دوره سختی رو پشت سر داره میگذاره و عجول هستش که به یک مسئله تمام بشه که مربوط به گذشتهش هست، و این مسئله برای این شخص تا حدی دست و پاگیر هست و هی این مسئله داره به دو ذهنش میاد. حالا ممکنه واقعا غمگین باشه و عجول هست که هر چه سریعتر این غم به پایان برسه. من پشت کارت ها رو نگاه نکردم، پشت کارت ها نگاه کنم، برای که میخواد به پایان برسه این دوره که بتونه دو مرتبه خودش باشه، دو مرتبه به زندگی احساسیش برسه، به کارهای دیگه بخوای برسه، به اون چیزهایی که میل داره و بهشون، به سمتشون گرایش داره، به اونها بخواد برسه. نه تنها این باشه که من یک مسئله هستش که توی ذهنم هست، توی سرم هست و به اون بخوام برسم. خب من کارتهای دیگر هم ازش استفاده میکنم و ببینیم کارتهای دیگه چی بهتون میگم. و ایمان داره و باور داره که این دوره به پایان خواهد رسید و مسائل جمع و جور خواهند شد. حالا هر مسئله که هست که ذهنش رو درگیر کرده، همه چیز درست خواهد شد. موضوع اینجا موضوع به قول معروف زمان هستش و نه اینکه موضوع اینکه نشدن یا نشدن هست. فکر میکنه که این زمان هم به پایان خواهد رسید و این شخص به اون چیزی که میلش هست خواهد رسید. خب من کارتا رو باز هم میریزم. بله دوستان عزیز، این شخص من احساس میکنم خودش الان متزلزل هستش و خب یک مقدار هم احتمال اینکه مشکلاتی داشته باشه در ارتباط با مسائل چاکرای ریشش که خانوادش باشه، مادیاتش باشه، یک سری از این مسائل باید جمع جور کنه. خب یه سری از این چیزها رو باید جمع جور کنه. حالا میرسیم به قسمتی که من میخوام برای شما تاروت رو بخونم. من از کارت های مختلف هم برای خواندن تاروت استفاده میکنم دوستان، از تاروت استفاده میکنم، از سیمبولون استفاده میکنم و امروز دلم میخواد از پوتیل و نغمان هم استفاده کنم. من کارت های پوتیل و نغمان رو بیارم که ببینیم چه خبره. خب کارت ها رو بردم، ببینیم با هم دیگه در چه انرژی هایی تشریف داره و اینکه چه تصمیمی برای در ارتباط با شما داره دوستان از این شخص. دوستان الان در ارتباط با شما تصمیمی که این شخص داره، تصمیم بسیار قشنگی رو و زیبایی رو من دارم میبینم. کسی هستش که میخواد با شما ریشه دار باشه، کسی هستش که دلش میخواد در ارتباط با شما به یک هماهنگی برسه، چیزی رو با هم بسازید. ممکن هستش که مثلا شما یک رابطه باشه که دراز مدت باشه، ولی اینکه در قبل آماری که گرفتیم این هستش که در چشمان این شخص این رابطه الان خیلی خیلی نامتعادل شده. شاید واقعا با تمام وجود و با تمام
حسی که داره میل بر شروع داره، به یک تعهد داره و میل بر این داره که به یک تعادل برسیم. توجه داشته باشین دوستان، این کارت ها رو با درایت نگاهش کنین، نگاه نکنین به این چشم که من در یک رابطه افتضاح و خرابی بودم، شخص نابابی روبروی من بوده و الان این شخص ناباب میخواد با من همچون رابطه داشته باشه. نه، این برای افراد روابط عادی و نرمال و طبیعی و معمولی هست که نمیدونین در سر این شخص چی میگذره، یا در جدایی هستین اون شخص میخواین ببینید که در ارتباط با شما چی میخواد، چه کار حداقل چه تصمیمی داره میگیره. تصمیمش این هستش که به یک هماهنگی برسیم، به یک تعهد برسیم، به یک مرحله بالاتر بخواین برسیم. من میخوام ببینم که الان چه مشکلاتی بر سر راه این شخص وجود داره در ارتباط با شما. خب خب اوکی، مشکل اینجا سوسان عزیز که این شخص اولا که همه چیز فعلا در سرش هستش، یعنی الان در حال حاضر من نمیبینم کسی باشه که به صورت واقعی کاری رو انجام داده باشه. باید با خودش صداقت این رو داشته باشه که بخواد در ارتباط با شما شروعی رو داشته باشه. باید حداقل یک اینجا حرف از فراوانی میزنه چی هستش، یعنی که یک کارهایی رو من انجام بدم و در راستای اون قدم بزنم. توجه کنین دو نفری که چوب در دست دارن اینجا و حرف از چه چیز میزنه اینجا، این کسی که راهی رو شروع کرده و داره میره، مقصدش رو میدونه، اینجا کسی هستش که باید با خودش صادقانه رفتار کنه. آدمی من اینجا ناراحت میبینم و غمگین میبینم، همونجور که بالا بهتون گفتم امکان این که این شخص در شرایط مشکلی باشه زیاد هستش، امکان این که شاید حتی از نظر مادی این شخص ضعیف شده باشه و این که موقعیت این که قدم بذاره نداره. اوکی، خواب و رویا دیدن یه مسئله هستش، ولی این که قدم گذاشتن به صورت واقعی یک مسئله دیگه هستش. خب ببینیم که کارت هایی از چه گذشته ای دارین تشریف میاریم و در گذشته به چه صورت بوده. اول این شخص باید به خودش صداقت داشته باشه، روی خودش کار کنه. خب دوستان از این گذشته که داره این شخص میاد، حالا من در مورد شما نمیگم، ببین دو بار حرف از فرزند میزنه. اینجا یک مادر و فرزند هست و مسائل احساسی هست و در کنارش یک تعادل هست. از گذشته این شخص داره میاد، به نظر من دوستان عزیز در این گذشته کمبودهای محبت مادری یا مادر و پدری بوده، کمبودها و خلأهای از این بابت وجود داشته، سبکبالی آنچنان وجود نداشته و بیشتر مهر و محبت جاش رو به مسائل خشک انعطاف ناپذیر دادن. این اینجوری تصمیم برای تو گرفتم، اینجور باید باشه، نه راست باید بری نه چپ باید بری، این کاری که من میگم تو انجام بدی و محبتی وجود نداشته. برای همین هست شاید الان در حال حاضر اینجا میتونم بهتون بگم فراوانی احساسات این شخص مشکل داره، احساسات خودش رو هم بخواد نشون بده. به هر حال اگر حتی در ظاهر برای شما این گونه بوده که این شخص نه اتفاقا مامان خوبی داره، بابای خوبی داره، خانواده خوبی داشته، بدونین که این شخص نه در یک شرایطی بوده عزیزان دل که همه چیز ظاهر بوده، ظاهر ویترین باید قشنگ بوده باشه و نه اینکه به صورت باطن یک مهر و محبت درست حسابی بوده. احساس میکنم که شرایط کودکی این شخص شرایط سختی بوده، این سختی ممکن است همه چیز از نظر مادی داشته باشه ولی اون مهربانی که ما نسبت به یک بچه داریم نداشته باشه. خب امکانش هستش و ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص. خب ببینیم که طبقه بالاش چه خبر هست، ذهنش چه خبر هستش در ارتباط با این تصمیم، خودش در ذهنش چی هستش، در خداگاهش. اپ 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 یک کارت افتاد برش دارم. خوشحال هستش از این مسئله دوستان، احساس میکنه که یه مسئله جدید، یک شور و شعف جدیدی توی زندگیش باز شده، یک هدفمندی جدیدی رو داره، با اینکه توی دل خودش دیدیم در آمار همچنان امیدی نداشت دوستان. خب ولی خب هم شور و شعف داره، باز هم گرایش فیزیکیش رو من اینجا دارم میبینم، فصل بهارم دیگه
داره جاشو میده به تابستون، و اینکه حاضر هستش سرمایه گذاری کنه برای در ارتباط با شما، حاضر هستش که کار کنه، حاضر هستش سرمایه گذاری کنه و حاضر هستش که شرایطو بهتر کنه و یک کارهایی رو انجام بده که به هر حال هر رابطه مثل یک نوع سرمایه گذاری هست، عاطفی، مادی، و حاضر هستش دوستان عزیز که شما رو، یعنی این مسئله در درونش مثل که داره نهادینه میشه که بودن با شما بهتر از نبودن با شما هست. تصمیم دوستان فرق میکنه با اینکه انجام دادن. من این مسئله رو بهتون چیز کنم، بهتون گوشزد کنم و یادآور باشم روی این مسئله که فرق میکنه من تصمیم میگیرم یا اینکه من اینو چیز میکنم، انجام میدم. خب عزیزان، من اینجا دارم میبینم کسی رو دارم میبینم که یک مقدار در درونش دوست داره که مسائل سریع و سر بخوان جلو برن، ولی من باز هم یک خلای عاطفی رو اینجا میبینم. بیشتر کسی هستش که دوست داره که این زندگیش تعادل بگیره، زود و سریع آنچه که الان توی زندگیش هست، خشونت هایی که هست در درونش بره، ولی در درون این شخص هم یک نوع خشونتی من دارم. ببینید این شخص مثل یک شکارچی هستش دوستان، اوکی؟ این در درونش هستش، در درون میره ناخودآگاهش هستش که احتیاج به شکار داره، شکارچی داره، یا همیشه شکارچی هست دوستان، و اینکه احتیاج به این داره که شور و شعف داشته باشه برای یک مسئله. خب و اما بریم ببینیم الان وقت شکار هستش شاید. خب ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه در ارتباط با این شخص. اوکی، و برای این مسئله دارم میبینم داره فکر میکنه، داره بررسی میکنه چگونگیه اولا جلو انداختن یک سری از مسائل و سرعت دادن به یک سری از مسائل، و همچنین دوستان عزیز در ارتباط با این که من کارت‌های بعدی رو اینجا می‌ریزم براتون، آخر رو اینجا رو اینا رو همه می‌پوشونیم. داره بررسی می‌کنه چگونگی رسیدن به هدفش. ضمیر ناخودآگاهش، ببینید دو نفری که یک نیزه دستش هست، یکی شمشیر دستش هست، یعنی آنچنان نرمش و انعطاف‌پذیری من نمی‌بینم، برای که این شخصی هستش که شاید در گذشته از گذشته داره میاد که در اون مهر و محبتی وجود نداشته دوستان. خب بریم ببینیم که دو منطبه چه خبر است در این شخص، در انرژی های این شخص. اوکی، آدمی هستش که اگر شما از هم دور هستین بدونید که خیلی ناراحت هست، و همونجوری که من بهتون گفتم کسی هستش که کارمایی رو داره تمیز میکنه، چیزی رو داره پس میده دوستان عزیز، و دوره جدیدی داره وارد زندگیش میشه، ولی هنوز این دوره مثل که به پایان نرسیده و این شخص غمگین هست. سخت از نظر احساسی دوستان، واقعا دلش خونه یک کاسه خون هستش، و میلش بر این هستش که سرنوشت باهاش یار باشه. شرایط سختی رو داره پشت سر میگذاره، شاید هم در این شرایط سخت در ارتباط با شما هستش. شما دوست عزیز ببینیم که چه خبر است. بله، چرا من دو تا کارت کشیدم؟ حتما حکمتی در این بوده که من دو تا کارت برای شما کشیدم. شما رو میبینه مثل کسی که دوستان عزیز توجه کنین که ممکن هستش که الان یه مقداری از این شخص فاصله گرفتین، حداقل در دید این شخص اینگونه هستش. جای خودم پیدا کردم و من آنچنان اعتمادی ندارم، برای که یه وقتایی با تو شب شب هست، یه وقتایی روز روز هست، یه وقتایی شرایط انسانی هست، یه وقتایی شرایط یا الهی هست، یه وقتایی شرایط شیطانی هست، و مشقت دارین میکشین از یک سری از مسائل از دست این شخص، و این شخص کاملا آگاه هست به این مسئله، و اینکه میدونه که شما شاید از این شخص فاصله گرفتین و تا حدی سعی میکنین که که خیلی از چیزها عوض بشه و به سمت دیگه ای بریم. خب بریم کارت های دیگه، و این مسئله مقدار اعتماد به نفسش رو کمتر میکنه. خب چیزی رو که من دارم اینجا میبینم دوستان عزیز، من احساس میکنم که این شخص میخواد یه جورای جبران هایی رو انجام بده، و یک مقداری اینجا شاید میخواد بیاد مخ شما رو به کار بگیره. حالا چیز بدی نیست که بخواد مثلا بگه که بفرمایید چه خبر هستش و من
کی هستم و من چه دلبری هستم، ولی پشت سرش توجه کنید آتش هست. یعنی که زمانی هم که ممکن هستش که به سمت شما داره میاد، ببینید که انرژی ها به خاطری که این شخص خیلی گرایش به سمت شما داره، پس این آتش هم میتونه همون آتش باشه، ولی من احساس میکنم که عزمش رو جذب کنه که یک جورایی شما که ازش دور شدین، شاید اونایی که دور شدین از هم دیگه، یا اینکه احساس میکنه که نسبت بهش بی تفاوت هستین، شما رو به سمت خودش بکشه و باعث بشه که شرایط بهبود پیدا کنه. یک جذابیت هایی رو میخواد از خودش نشون بده، یک منم رو، منم می رو از خودش این شخص میخواد در ارتباط با شما نشون بده و انجام بده. مسئله بدی من نمیبینم دوستان عزیز، فقط بدونین که این شخص ببینید از نظر احساسی باز هم شمشیر افتاده. آدمی هستش که ممکنه که از نظر احساسی یک خشونتی درون این شخص باشه، ولی اینکه شاید به ظاهر دیده نشه. دوستان خب ببینیم که کارت های دیگه به چه خبر هستش برای شما. دوست عزیز چه توصیه‌ای میکنند در ارتباط با این شخص؟ من این کارت ها رو میکشم براتون. ببینید دو تا کارتی که حرف از ققنوس میزنن داره میزنن. ببینید ققنوس برای شما چی هستش؟ به شما میگه که کارت ها میگن شما تغییر کردین. مثل میمونه که کسایی هستین که شرط سختی رو پشت سر گذاشتین و اینکه الان دارین بلند میشین و میگه که متفکر باشین در این موضوع. ببینین درس ها رو بذارین کنار، متفکرانه با خردمندانه در ارتباط با این شخص نگاه کنین. ببینین چه تغییراتی ایجاد شده. خب ببینید چه تغییراتی در زندگی شما ایجاد خواهد شد و توان خودتون رو هم در نظر بگیرید. مسائل رو اینجا به شما در واقع توصیه میکنن که یک گذشته ای رو دفن کنین، تموم بشه بره بسوزونین و یک گذشته و یک آینده ای رو که دارین برای خودتون میسازین بر اساس خودتون و حس خودتون بسازین و از حس درونتون هم توجه، هم ذهنتون باید خوب کار کنه، منطقی کار کنه و هم حس درونتون. دوستان اینجا توجه کنین، اگر شما احساس کنین که خطری برای شما هست، اگر شما احساس کنین که شرایط به درد شما نمیخوره، پس شرایط همونی هست که شما حس میکنین. خب به خودتون و به گذشتهتون، به تاریخچهتون هم باید اینجا اعتماد کنین. ببینیم با هم دیگه حالا نتیجه چه خواهد شد. دوستان عزیز نتیجه این کارتان این هستش که فعلا دوستان توجه کنید، شخص متوجه میشه که برای این مسائل به وجود آوردن با شما احتیاج به انرژی داره. اینجا من شخص خسته میبینم و شخصی رو دارم میبینم که آره باید یک کنف و یکونی در زندگیش ایجاد کنه، باید راهی انتخاباتی رو باید انجام بده، باید شرایطی رو هموار کنه، راهی رو هموار کنه برای رسیدن به آنچه که با شما میخواد. فعلا در حال حاضر من در انرژی های این شخص انرژی نمیبینم که واقعا بخواد مثلا بخواد بیاد اینجا کار خاصی رو بخواد انجام بده. فعلا دارم میرم به دنبال شرط میگره، فعلا به دنبال راه میگرده، فعلا میخواد ببینه که چه پیش خواهد آمد تا اینکه بخواد واقعا کار رو انجام بده. برای که باید از یک فازی رد بشه، از یک فاز تغییر اساسی، اوکی؟ از یک فاز تغییر اساسی مخصوصا از نظر درونی. از نظر درونی دوستان عزیز یک خشونتی در درون این شخص به خاطر گذشته‌ای که داشته، حالا از مادری هست، از پدری، از خانواده‌ای هست، هر چیزی که هست پشت سر گذاشته. خب من یک کارت باز هم توصیه از کارت‌های این اوراکل درایت نگاه می‌کنیم. باز هم یه توصیه دیگه برای شما در ارتباط با این شخص. شیر و عسل دوستان، آن چرا که خوب هست بردارین، اون چیزی که بد هست از این شخص رو بندازیم بیرون. اگر شما این شخص به سمت شما اومد و به شما گفت همه این چیزای خوب و شما با احساس خوبی دارین و اینکه میتونین بهش یه شانسی بدین برید، ولی اگر که قبلا تاریخچه شما خیلی خراب هست دوستان و اینکه میدونین که اینو همش ظاهر هست و نه باطن، پس رختو ببندین و دیگه راتو برو مسافر، برگشتنت عذابه. چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل و تا فال دیگه، خدا نگهدار.